فردا در سراسر فرانسه آنچه که به جلیقه های زرد شهرت یافته میخواهند در تظاهرات سراسری و ایجاد راهبندان حد اکثر صدای اعتراض باشند. خبرها به فردا مربوط میشود. اما دیروز و امروز بریتانیا و خروج از اتحادیه اروپا که خانم تریزا می به هر جا که رفت و هر نوع که گفت با مشکلاتی روبرو بود. تظاهرات کوچه و مردم یک سو و کمی دیرتر خواهیم دید در کنفرانس مطبوعاتی و بدتر از آن در مجلس که ادب بریتانیایی از خط و مرز شناخته شدهش گذشت و خانم تریزا می گفت گاه تصمیمات دشوار و غیر عملی را برای منافع کشور باید اتخاذ کرد. من کسانی را که مخالف هستند کاملا درک می کنم، اما این منافع برای منافع ملی ماست. در پارلمان سخنان خانم تریزا می را قطع کردند. نزاکت و سیاست خانم تریزا می لبخند سکوتش بود. استعفاهای همراه شدت تضاد عقیدتی را در بریتانیا گوشزد می کند. حالا پرسش زمزمه شده این است که آیا رفراندوم دومی در کار خواهد بود؟ دیروز خانم تریزا می آشکارا گفت نه. و ما در پی تحریم ها بحث بر سر ایران و خبرها هنوز هم در رسانه ها حاضر است. ناظران می گویند جمهوری اسلامی به برجام 2015 وفادار مانده است. تلویزیون فرانس 24 معتقد است اگر امریکا به یونان و ایتالیا اجازه معامله با دولت تهران را داده، به این نیت است که شکاف اندازی در اتحادیه اروپا به وجود بیاید. رسانه‌های روسی از قول دبیر کل ناتو آقای استونتلبرگ نوشتند در مانور ناتو که روز 7 نوامبر پایان گرفت، تعدادی از ابزار جنگی به دلیل سرما از کار افتاده بود و یا رسانه‌های روسی نوشتند حتی سربازان از لباس‌های مجهز به مقاومت برای سرما بی بهره بودند. تلویزیون فرانسه زبان اسرائیلی ایوان کتخ با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای گفته موشک‌های دفاعی F-300 روسی که به دمشق داده شده دوچار مشکل و هنوز راه اندازی نشدند. در پی تحریم‌ها ممکن است روسیه در نشست مهم اقتصادی داووس در سوئیس که از 22 تا 25 ژانویه برقرار می‌شود شرکت نکند. شبکه المنار میگوید اگر درگیری با روسیه و یا چین انجام بگیرد امریکا شکست خواهد خورد. رئیس ستاد قوای جمهوری اسلامی گفته است رویارویی اخیر حماس با اسرائیل نوید شکست اسرائیل است. باید گفت متاسفانه در این درگیری 14 فلسطینی و 1 اسرائیلی کشته شدند. همینطور گفته شده 5 نیروی ایرانی که در پاکستان ربوده و گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. رسانه‌های حکومت فقط به آزادی اشاره و دلیل و نحوه آن را اشاره نکردند. چهارشنبه شب آقای مکرون به روی ناو هواپیمابر اتمی شارل دوگل رفت، مصاحبه تلویزیونی داشت و سپس درباره موضوعات مهم فرانسه از جمله دفاع ارتش فرانسه سخن گفت. آقای مکرون پس از آن به رباط رفت و افتتاح قطار سری و سر تجوه ساخت فرانسه را در حضور پادشاه مراکش انجام داد. دیشب سومین پنجشنبه ماه نوامبر سنت چشایی شراب بوژوله در این شب بود و تصاویر متعددی در سراسر فرانسه منتشر شد. آنچه که می‌بینید از شهر لیون می‌آید. خیام در ایران شعرش را گفت، فرانسویان در فرانسه شعرش را نوشیدند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای.